در جریان گفتگوهای بین الافغانی برای صلح میان هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور غنی گفته است که حمایت دوامدار اتحادیه اروپا برای حفظ و تقویت ارزش‌های جمهوریت و افغانستان مستقل و دموکرات ادامه خواهد داشت. ما این پیام خود را به جانب طالبان هم بیان داشتیم که هر نوع حمایت آینده اتحادیه اروپا از افغانستان منوط به حفظ ارزش‌های جمهوریت در این کشور میباشد. به خاطر اعلام همبستگی و حمایت از جمهوریت در افغانستان قرار است در این کشور سفر کنم. از سوی هم شهروندان کشور در مورد چگونگی مذاکرات بین الافغانی که روز شنبه هفته جاری در قطر رسما آغاز گردید چنین دیدگاه دارند. آزادی بیان، صلح و امنیت پایدار در افغانستان این خواست همه شهروندان افغانستان است، ولی آنچه که فرق ما را با گروه طالبان ایجاد کرده یا یک فرق است ایست که هنوزم گروه طالبان امو فکر و سیاست ما را نخواسته، اینه نپذیرفته هستند. هنوزم گروه طالبان و همچنان دولت افغانستان خط سرخشان هنوزم مورد تایید یک دیگر قرار نداره. خواست مردم افغانستان این دستاوردهای 19 سالشان است که از بین نره و قربانی این صلح در افغانستان نشه و تعمیر دموکراسی، آزادی بیان و همچنان حقوق و عدالت مردمی و اجتماعی در افغانستان است. این مذاکرات در حال برگزار می شود که 19 سال از حمله آمریکا به افغانستان میگذرد و طبق برآوردهای سازمان ملل در این مدت بیش از 100,000 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. قرار بود گفتگوهای بین الافغانی 10 روز پس از امضای توافقنامه صلح میان طالبان و آمریکا آغاز شود، اما آزادی زندانیان طالب به عنوان پیش شرط طالبان برای آغاز این گفتگوها این روند را بیش از 6 ماه به تأخیر روبرو کرد. گزارش‌های تازه از دوحه حاکی است که هیئت حکومت افغانستان و طالبان قرار است اولین جلسه مستقیم مذاکرات را به زودی آغاز کنند.